بیبلمون رو باز میکنیم، دوم قرنتیان 4:8. پیام محبت، ما در محبت زندگی میکنیم. من میخوام که گوشیاتون رو یا هندتون استفاده بکنید که بتونید گوش بدید. اگه تو بشینی و هیچی نفهمی خوابت میبره. پس اینجا برای تو موقع به صورت وقت تلف کردن میشه. اوکی؟ دوم قرنتیان 4:8. ما از هر سو در فشاریم اما خرد نشده ایم، متحیریم اما نومید نیستیم. شما میدونید پاولوس زمان خیلی خیلی سختی داشت. اون از هر طرف زیر تحت فشار بود. و خودش فکر میکرد که نمیتونه. و هر جا که وارد میشه برش خیلی سخت بود و تحت فشار بود و تهدید به مرگ میشد. اینجا رو داشته باشید. میریم دوم قرنتیان 1:8-9. ای برادران، نمیخواهیم از سختی هایی که در ایالت آسیا بر ما گذشت بی خبر باشید. فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم ناامید گشتیم. اونا انقدر تحت فشار بودن که مشکلات خیلی بزرگی رو داشتن. که خودشون فکر میکردن که کشته خواهند شد. آیا در زندگی توی موقعیتی قرار گرفتی؟ ما موقعیت سختی در زندگیمون داشتیم اما نه به سختی که پاولوس داشته. اونا تحت تعقیب بودن به خاطر کلام خداوند. شاید از دکتر شنیدی که یک بیماری غیر قابل درمان داری یا چه چیز دیگه. یا انقدر بدهکاری که نمیدونی باید چی کار بکنی. یا مشکل با خانواده داری. اصلا مهم نیست. میتونه خیلی سخت باید برات باشه. هر مشکلی که داشته باشی مهم نیست چی. اما پاولوس میگه در آیه 9، به واقع احساس میکردیم حکم مرگ ما صادر شده است. اما اینها همه روی داد تا نه بر خود بلکه بر خدای توکل کنیم که مردگان را برمیخیزاند. نقطه اینجاست که وقتی که اینجور مشکلاتی رو داریم میتونی به کی تکیه بکنی؟
اونها به خداوند اطمینان کردن. اونا با تمام زندگیشون به خداوند اطمینان کردن. اونا میدونن که میدونستن که خواهند مرد. اما اون مطمئن بودن و اطمینان کردن به خداوند که اونا رو از مرگ برمیخیزانه. این واقعا موقعیت کمیشی بوده. شاید تو الان تو یک اینجور موقعیتی هستی. اما در هر موقعیتی خداوند تو رو از هر موقعیتی بیرون میاره اگه بهش اطمینان بکنی. و اون ایمانی که تو داری باید تمام اینا رو انجام بده. تو نباید به خودت اطمینان بکنی که بگی من میتونم. تو میتونی به یک محلی وارد بشی، یک موقعی کردی وارد بشی که راه خروج نباشه و نمیدونی که اصلا چطور باید خارج بشی این موقعیت. اما خداوند به تو خواهد گفت که چه کار باید انجام بدی. خداوند به یه تیپ میده که به خودت اطمینان نکن، بلکه به من اطمینان بکن، اعتماد داشته باش. اطمینان بکنین به قدرت خداوند که قدرت ماست. هللویا، جلال بر نام خداوند. آیا اطمینان میکنی به خداوند؟ آیا میتونه بگی که من به خودم اطمینان نمی کنم و به خودم وابستم؟ ما اینجوری ساخته شدیم، یعنی یاد گرفتیم که به خودمون میخوایم اطمینان بکنیم. من خودم باید انجام بتونم بدم. اگه من شروع بکنم یک کار رو انجام بدم با قدرت خودم، اون موقع مشکلی بزرگی رو به وجود میارم، ایجاد میکنم. و به خاطر همین در کلام نوشته شده که ما باید به خداوند اطمینان بکنیم، نه به خودمون. به دیگران اطمینان نکن، تکیه نکن. ما بعض وقتا تکیه‌مون رو دیگران میذاریم و اونا اطمینان میکنیم. من به تو اطمینان میکنم. تو چطور میتونی به من کمک بکنی؟ چرا یاد نمیگیریم که به خداوند اطمینان بکنیم و به طرف خداوند بریم، نه به انسانهای دیگر؟ به خداوند اطمینان بکنیم. واقعا به خداوند در هر جایی اطمینان بکنید و خداونده که انجام داد. خداوند برای شما انجام میده. ایمان به قدرت خداوند. خداوند شما رو دوست داره. جلال بر نام خداوند. صدا میاد؟ برمیگردیم دوباره به دوم قرنتیان 8. نه 4:8. دوباره آیه 8 رو میخونیم. We are half fresh on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, verse 9. و آیه 9 هم میخونیم. ما از هر سو در فشاریم اما خرد نشدیم، متحیریم اما نومی نیستیم، آزار میبینیم اما وانهاده نشدیم، بر زمین افکنده شدیم اما از پا در نیامدیم. تو میتونی از همه جهت تحت فشار باشی.
مشکلات زیادی میتونه اطرافت باشه. اما مسئله اصلی اینه که تو اجازه نداری که بهت اجازه بدی که واردت بشه. تو کنترل رو داری، کنترل دست شماست. تو باید کنترل داشته باشی و مواظب باشی که این مشکل که بیرون هستن داخل وارد نشه. اگه شروع آغاز بکنی و بگی که چه کار باید بکنم، من چطور میتونم انجام بدم، چه کار باید بکنم، اون موقع اون مشکلات که از پس بهش میگی که میفهمی. تو برمیگردی که از لحاظ طبیعی با اون قدرت طبیعی یک راهی پیدا بکنی. من چی کار میکنم انجام بدم؟ چطور باید این مشکل خارج بشم؟ بعضی وقتا اصلا راه خروجی وجود نداره. برای اینکه خداوند میخواد که شما بهش اطمینان بکنید. ایمان توضیحی نداره. ایمان نمیتونه توضیح بده که چطور عمل میشه، چطور اتفاق میفته. تو میتونی پول نداشته باشی ولی به اندازه کافی غذا تو یخچالت باشه. به خاطر اینکه خداوندی که شما رو تدارک می‌بینه، برای شما مهیا میکنه. اصلا مهم نیست که تو کجا کمبود داری، برو به خداوند. خداوند من به تو اطمینان میکنم و خداوند برای شما انجام خواهد داد. او ثابت کرده در کلامش چند باره و چند باره. بعضی وقتا شهادت هایی رو شنیدم که افراد اصلا پول نداشتن که غذا بخرن و خیلی اتفاقی، یعنی لحظه ای، 20 یورو یک جای تو خونه تو یک کیفشون پیدا کردن. متوجه میشید میخوام چی بگم؟ اگه شما به خداوند اطمینان بکنید، خداوند همه چیز رو تدارک میبینه و مهیا میکنه برای شما. اگه به عقل خودت فقط اطمینان بکنی، اگه اینجوری فکر بکنی یک و یک میشه همیشه دو، یک و یک میشه دو، ولی خدا من میگه بعد وقتا یک به علاوه یک میشه سه. در خدا دلیل آوردن چیزی نیست، بلکه ایمانه که به معنی ایمان عمل میکنه. ما باید یاد بگیریم به خداوند اطمینان بکنیم. همونطور که پاولوس میگه که ما از همه جهت تحت فشار بودیم اما شک نداشتیم، تردید نداشتیم. ما رو زدن، ما رو پایین کشیدن اما نابود نشد. اونها به خداشون اطمینان کردن. همینطوری ما هم باید به خداوندمون عیسی مسیح اطمینان بکنیم. اگه تو ایمان داری و باور داری، اون موقع در این صورت تو تنها کسی هستی که برای اون موقعیت کنترل داری، میتونی کنترل بکنی. به خاطر اینکه تو هر چیزی که در درونت میتونی کنترل بکنی، تو میتونی. اما تو این قدرت نداری که تمام چیزهایی که اطرافت کنترل بکنی. اگه در درون قوی باشی، اون موقع میتونی انجام بدی، کنترل بکنی اطرافت.
و به خاطر همین ما کلام خداوند نیاز داریم که ما رو تقویت بکنه. تو معبد روح القدس هستی، تو یک معبد هستی، تو معبد روح القدس هستی. تو میتونی انجام بدی، میتونی موفق بشی. خداوند هیچ وقت تو رو یک جایی نمیبره یا یک موقعیتی نمیذاره که نتونی. خداوند میخواد تو رو برکت بده در تمام حوزه ها، برای سلامتی، پولداری، هر چیزی که نیاز داری، برای خانواده، برای بچه ها، برای هر چیزی. اما مشکلات در اطراف تو خواهند بود. اونجایی که انسان ها اصلا مشکلات هم هست. آیا اینجوری نیست؟ پس چه کار باید انجام بدم؟ اما من میخوام که به خداوند اطمینان بکنم. من اطمینان میکنم به خداوند. و اجازه نخواهم داد که یک ترسی بخواد داخل من بشه. شیطان خداوند، شیطان نمیتونه ترس در تو قرار بده. اون نمیتونه به همین سادگی ترس وارد شما بکنه. شیطان نمیتونه. فقط وقتی که ترس در اطرافت باشه و اجازه بدی که این ترس واردت بشه از اطرافت. و به خاطر همین تو همیشه باید آگاه و هوشیار باشی. بذارید در یوحنا 14، یوحنا 14 ببینیم عیسی مسیح خودش چی میگه. یوحنا 14:1 دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. بذارید که بگید که من اجازه نمیدم که دلم مضطرب بشه. دوباره بگید اجازه نمیدم که دلم مضطرب بشه. یک بار دیگه اجازه نمیدم که قلب من مضطرب بشه. هللویا، جلال بر نام خداوند. به فارسی هم بگید که اجازه نمیدم قلب من مضطرب بشه. بلند بگید، پاستور بشنوه. دوباره تکرار بکنید، اجازه نمیدم که قلب من مضطرب بشه. بلند بگید، یک بار دیگه تکرار کنید با صدای بلند. هللویا، جلال بر نام خداوند. کلام داره میگه که اگه یه نفر که مشکله، میگه که زنگ بزنید برای مشکل. نه، نوشته نشده در کلام خدا، بلکه نوشته شده که دعا بکنید. اگه تو یه مشکلی دارید دعا بکن. یه نکه شاده باید بخونه، درسته؟ اونه که شاده میخونه. تو باید دعا بکنی و بخونی. شاید بگی که من نمیتونم خوب بخونم. منم هیچ راجبش نمیدونم خوب خواننده ای، ولی انجام میدم. من نمیدونم شما هیچ کدوم بشنوید، ولی خیلی ناجوره. اما هر کسی میتونه بخونه. این چیزیه که انجیل داره میگه. اگه تو مشکلی داری، تو یک موقعیتی هستی، دعا بکنم. همینجا یوحنا 27 که عیسی مسیح چی میگه؟ Dann fügt er hinzu, meinen Frieden
I give to you, not as the world gives. Wann gebe ich euch nicht wie die Welt gibt. برای شما آرامش به جا میگذارم، آرامش خود را به شما میدهم. آنچه من به شما میدهم نه چنان است که جهان به شما میدهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد. خداوند به شما نمیگه که که سعی بکن که ترس نداشته باشی. وقتی اینجا مثلا یه وسوسه بیاد من نیست که نمیشه. اگه یک بار دیگه اینجا بخونید در رابطه با وسوسه نوشته نشده. نه سعی، من اینجا مدید سعی. بعضی هم میگن که من سعی کردم انجام بدم. اگه تو بعض وقت بخوای فقط سعی بکنی انجام نمیشه، به انجام نمیرسه. اینجا هم نمیشه، نشده سعی. خدا من هیچ وقت در موقعی قرار نمیذاره که شما نتونید از عهده‌اش بر بیاد یا موفق بشید. موفق نشید. میدونی ما چجور باید وقتی شاد هستیم دعا بکنیم؟ هر روز اخبارهای خیلی منفی میشنویم. چیزای وحشتناکی رو در اخبار میشنویم. بعضی وقتا خودمون منفی هستیم. اغلب. آیا میتونی متوجه هستی که تصور میکنی باید کجا بجنگی؟ تو باید یاد بگی که صلح خداوند رو در درون خودت بیاری با کلام خداوند فقط. و ما عیسی مسیح میگه که ما نباید اجازه بدیم که دلمون هراسان بشه، ترس بیاد تو. اجازه ندید قلبتون در قلبتون ترس بیاد، وحشت بیاد. Und als die Jünger Angst hatten, hat Jesus gesagt, dass sie nicht bestürzt sein sollen und keine Angst, keine Furcht in sich hineinlassen sollen. شاگرداش ترس داشتن، گفت که ترس نداشته باشید و هراسان نباشید. Jesus hatte niemals Angst. عیسی مسیح هیچ وقت ترس نداشت. او رفت بالای صلیب، همه چی رو به خودش گرفت، همه چی رو بر روی خودش گرفت که بمیره برای ما. اینا واقعا دستش رو با میخ به صلیب کوبوندن. اون آگاه بود که چه بلایی سرش میخواد بیاد و به همین خاطر ترس هم نداشت. اون خداش اطمینان کرد. چه قوتی خداوند داشت. ما همیشه یه نفر نیاز داریم که ما رو تحت پشتیبانی بکنه. اگه من دانیل یا کورین رو داشته باشم پس اون موقع میتونم قوی باشم. نه، اگه تو عیسی مسیح و کلامش رو داشته باشی اون موقع تو قوی هستی. ما همیشه میخواییم تکیه به دیگران بکنیم. یا اگه همسرم با من بتونه بیاد اون موقع با هم خیلی قوی هستیم. نه، قوت شما در کلام خداونده. و همسری که داری این پشتیبانی اکسره از خداوند. اما تو تنها کسی هستی که به خداوند باید اطمینان بکنه.
و او تنها کسیه که میتونه شما رو موفق بکنه و مشکل شما رو انجام بده و راه حل بده به شما. و این یک تصمیمه. اگه تو ایمان رو نمیخوای، باور نمیخوای، تصمیم شماست. تو میخوای ایمان داشته باشی؟ پس بمون باهاش. نذار که قلبت هراسان و مضطرب باشه. ترس نداشته باش. مشکل همه دارن. تو فقط در درون شادی و صلح خداوند داشتی. این چیزی که کلام خداوند میگه. اصلا مهم نیست. اگه هیچ کس برای تو نباشه، وقت تو به خداوندت مینام بکنی، موقع تو در طرف خوب هستی، تو در قوت خداوند هستی، در طرفی هستی که امکان هست، در طرفی هستی که نتیجه میده، در زمانی که تو در طرفی هستی که آزادی وجود داره، در طرفی هستی که قوت هست، در طرفی هستی که محبت هست، در طرفی هستی که بلند میکنه، به خاطر اینکه تو خداوند انتخاب کرده، تو کلام خداوند انتخاب کردی، به خاطر همین ایمان داری، به خاطر همین ایمان داری. خداوند دروغگو نیست، خداوند حقیقت فقط میگه و این حقیقت شما را آزاد میکنه. هللویا، جلال بر نام خداوند. بعضی وقتا به مردم بهت میگن اگه مشکل داری، اگه عصبانی هستی، بذار بیرون بیاد، جیغ بکش، عصبانی بشو، اون موقع احساس کنی بهتری. نه نه، اینجوری به وسیله بیشتر داخل میکنی. این دقیقا برخلاف کلام خدا. فقط اجازه میدی که بدترین بیشتر عصبانیت داخلت بشه. عیسی مسیح هیچ وقت نگفت، نگفت که داد بزن، فریاد کن و موقع حالت بهتر میشه. هیچ وقت نگفت. هیچ جایی نوشته نشده. اما انسان های دیگه به تو میگن که بریز بیرون، جیغ بزن، داد بزن. برو جیغ ترابی بکن. آیا تا حالا شنیدید؟ من شنیدم. جیغ ترابی یا فریاد ترابی که افراد جمع میشن و همه جیغ میکشن. میدونی چه اتفاقی میفته؟ دوباره همین داخل میشه. اجازه بدید اون کاری رو بکنیم که خداوند به ما میگه انجام بدید. خداوند چی به ما داد؟ صلح و شادی در روح القدس. تو میتونی کنترل بکنی؟ تو میتونی صلح تو داشته باشی؟ اون امید مقدس ماست. هللویا، جلال بر نام خداوند. ما تغییر کردیم، ما شکل این دنیا نیستیم. در هر زمانی یه وقتی یک مشکلی بیاد و تو لحظه مونده که کنترل از دست بدی، دوباره بزن و اجازه نده تو کنترل رو از دستت خارج بشه. عصبانیت و خشم تو بیرون نده. تو کلام رو صحبت میکنی. کلامی هستی که کلام صحبتی هستی که دیگران و تو رو به هم پیوند میدن، یعنی تو رو میبندن. جیغ نزن دیگه. احساساتتون رو
کنترل بکنید و آرامش پیدا بکنید در خداوند. بگی که من آرامش پیدا میکنم در ایمان. بگی، تکرار بکنید، من آرامش پیدا میکنم در ایمان. هللویا، جلال بر نام خداوند. اگه واقعا از این جریان به هیجان اومده باشه، یعنی برات جا افتاده باشه، دریافت میکنی. ما میخوایم یه آیه دیگر رو ببینیم. که خداوند میخواد که ما در ایمان قدم بزنیم. در امثال 42 از آیه 5 42:5 Why are you cast down, O my soul? Also Deutsch ist es Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Ey, جان من چرا افسرده ای؟ میتونه اتفاق بیفته. And why are you disquiet within me? چرا در اندرونم پریشانی؟ اینجا داره با جانش صحبت میکنه داوود. چطور میتونه با جانمون صحبت بکنه؟ به وسیله روحمون میتونیم با جانمون صحبت بکنیم، چون روحمون پر از کلامه. اینجایی داشته جانش رو تحویم داده، بلند میکرده، باهاش صحبت میکرده. بر خدا امید دار، زیرا که او را باز خواهم ستود، او را که رهاننده من و خدای من است. صلح خیلی مهمه و اینجا داره نشون میده که اونجوری که اینجا نوشته شده که تو میتونی احساساتتون و عصبانیتتون خودت رو کنترل بکنی. ترس، قاطی پاتی شدن، تو میتونی کنترل بکنی. اگه تو کلامو بگیری و با جان صحبت بکنی، با کلامی که میخونی، کلام خدا، و موقع آرامش پیدا میکنی. بر خدا امید دار. چه منظوری داشتی امید به خدا بداریم؟ امید به معنی دنیای شاید معنی میده، اما امید در کلام خداوند که مطمئن باشیم برامون جا افتاده باشه که انجام میشه، کاملا مطمئن باشیم و امید داشته باشیم که انجام میشه. هیچ وقتی نگران نباشیم، بلکه خداوندی که ما رو تدارک میبینه. 100% کامپلیت به خداوند اطمینان بکنیم. اینجوری کاملا خودمون برامون جا میفته و اینجاست که امید وجود داره. و اون موقع خداوند رو پرستش میکنی و اونجوری که میخونم که میتونم، اگه بتونم خوب بخونم میخونم. اما شما یک چیزی رو میگم، من اونو پرستش خواهم کرد، تشکر خواهم کرد از خداوند که او کمکیه برای آرامش من. هللویا، جلال بر نام خداوند. یک جریانی وجود داره در رابطه با برادر هگین که برادر هگین پدر روحانی کلیسای ماست و الان در پیش خداونده. یک نفری میاد، یک مردی میاد، شخص پیش ایشون
اون یک خدمت شفا رو داشت، به خصوص اینکه روح‌ها رو بیرون بکنه. و فعالیت دیوها در بدنش بوده. مثل همیشه یک نفر میاد پیش ایشون و تمیز میکنه و نمیتونسته ها راه بره، بلند بشه. و اونجایی که صف دعا بوده اومده و دعا کرد و هگین به این شخص میگه که بلند شو ببین میتونی بیستی. اون نمیتونست و دوباره بعد هگین بهش دعا کرد و بهش گفت که ببین میتونی بلند بشی. و برای سومین بار دوباره ببین آیا میتونی بلند بشی. وقتی دعا کرد هیچ اتفاقی نیفتاد و اون مرد رفت دوباره جاش نشست. اون لحظه که داشت میرم خداوند به این مرد گفت دوباره اونو صدا بکن. چی گفت؟ برادر هگین دوباره سوال کرد که یک کلیک گفت و دوباره اون شخص رو بعد هگین صدا زد و به شخص برگشت. در نام عیسی مسیح کمرت خوبه، دوباره بلند شد و الان بلند شد و اون مرد دوباره بلند شد و اون موقع شفا رو دریافت کرد. چی بود؟ این کلمه اگره، اگر میتونی، اگر میتونی بلند شو. اگه تو زندگی اگر داری این ایمان نیست. وقتی اگر بیا شک و تردید باشه موقع ایمان نداری، مطمئن نیستی. من دعا خواهم کرد و اگر اون منو بشنوه، نه اینجوری ما دعا نمی کنیم، من دعا خواهم کرد و او منو میشنوه، دعای منو میشنوه. خدا من سعی نمی کنم. ما سعی نمی کنیم که اون چیزی به ما میگه انجام بدیم. ما واقعا باید قبول بکنیم. بذارید ببینیم در عبرانیان 11:28. عبرانیان عهد جدید به ایمان بود که او پسخ و پاشیدن خون را به جا آورد تا هلاک کننده نخست صادقان بر نخست صادقان عیسی دست دراز نکنه. الان تصور بکنید که عیسی مسیح سعی کرد. خداوند گفت که برو و موسی هم گفت که بریم امتحان میکنیم. یعنی منظوری که موسی سعی نکرد. واقعا باید بر این برامون جا افتاده بکنه، جا بیفته که اتفاق میفته. 100% اون موقع خواهیم داشت. این یه اکسپریمنت خارق‌العاده نیست، بلکه یک دعاه. اونجا اگر وجود نداره، تنها اینه که من دریافت میکنم. بخاطر اینکه ما اطمینان میکنیم. برای چی اطمینان میکنیم؟ بخاطر اینکه خداوند هیچ وقت خداوند همیشه موفقه، همیشه انجام میده. خداوند هیچ وقت شکست نمیخوره، هیچ وقت. من نمیفهمم
warum Leute sich nicht mehr auf Gott verlassen als auf andere Menschen. چرا خداوند بیشتر به خدا انسان ها بیشتر به خداوند اطمینان نمی کنند بلکه بیشتر به انسان ها اطمینان می کنند بگی که من موفق خواهم شد بلند بگی که من موفق خواهم شد بگی که من جاوید موفق خواهم شد اسمتون رو بگید بگی که من موفق خواهم شد دوباره تکرار بکنید با صدای بلند بگی که من موفق خواهم شد برای تمام راههایی که دارم برای راهی که دارم و او به من خواهد گفت که خوب کاری کردیم ما خدای بزرگی داریم ما خوندیم ما خوندیم که او بزرگتر و بزرگتره آیا ایمان داری که او بزرگتره؟ اگر الان باید خوب بگذره بگیم بله اما تو در یک چالش و مشکلی باشی اون موقع به چه صورتیه اون موقع دعا میکنی خداوند گفت دعا بکنی تو مشکل داری دعا بکن کی دعا میکنه تو دعا میکنی نرمال وضع شما ما هم برای تو هم دعا میکنیم اما اگه تو مشکل داری تو بهتر از دیگران میدونی مشکل چیه و میتونی بهتر دعا بکنی برای موقعیتی که هستی دعا بکن و خداوند چی میگه و کاملا از این مسئله مطمئن باش که انجام خواهد گرفت اصلا مهم نیست که چه زمانی طول میکشه اما تو موفق خواهی شد و خواهی داشت همینطوری باید به خودت اطمینان بکنی و باور بکنی من چند تا آیه دارم اینجا از کتاب مقدس اول از همه نگاه میکنیم جاهای آیه هایی هست در کلام مقدس در انجیل Ich würde euch bitten, dass wir diese Bibelstelle, dass ihr euch die jetzt notiert, dass ihr die aufschreibt, so wie sie auch kurz an die Wand hat. و میخوام این آیه ها رو یادداشت بکنید که چقدر مهمه چقدر مهمه این آیه ها به من و چقدر به من کمک کرد نه در گذشته ما همیشه نیاز به نو شدن و تازگی داریم با کلام خداوند اینجوریه به این صورت نوشته شده اگه میخوای باز بکنید امثال 31:2 پسال مزامیر بذارید من بیارم مزامیر گوش خیش به من فرادار و به زودی به رهاییم بیا برایم صخره امین باش و دژ استوار تا نجاتم بخشه آیا میتونی مثل اینجا برای خود دعا بکنی؟ بله شما میتونی خدا ما اینجا نشون میده که چطور میتونیم دعا بکنیم آیه 3 31:3 اینجا نوشته نشده یا شاید نوشته نشده انسان ها تنبل هست اون اصلا نمیخوان کم سعی بکنن خیلی ساده تره که بریم طرف پاستور بگیم دعا بکن برای من میدونی من چطور برای تو دعا خواهم کرد؟ که کلام رو بخونم، بفهمم و عمل بکنم
یه جوری من دارم کار رو دوباره بر میگردونم. من باید چطوری دعا بکنم؟ من میتونم شفاعت بکنم؟ بله، من میتونم شفاعت بکنم که شما بفهمید. اما کاری که تو باید انجام بدی، که تو باید خود انجام بدی. انسان ها تنبلن. اینه که خیلی ساده که هی صحبت بکنن، صحبت بکنن. خیلی ساده است بعد وقتی که فقط ببینن. اما این به زمان و دیسپلین نیاز داره. که کلامو وارد به خودم بکنیم. هیچ کس دوست نداره. اما من دوست دارم. او زندگی من رو تغییر داد کلام خداوند. من ازتون خواهش میکنم که گوشیاتون رو روشن نگه بدارید که واقعا متوجه بشین. اشعیا 3:15 هر که یاب شد به نیزه کشته خواهد شد و هر که گرفتار آید به شمشیر خواهد افتاد. ابرانیان خیلی سریع خوندم من آیه رو پر بنویسید. ابرانیان 6:19 Dies haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, in den das Innere des Vorhangs hineinreicht. این امید به منظره لنگری محکم و ایمن برای جان ماست، امیدی که به محراب درون حجاب راه می‌یابد. اونجا دیگه آویزان شدن نداره، بخاطر که تو تولد تازه رو پیدا کردی. تو میتونی برای خودت دعا بکنی. دوباره اشعیا 32:18 اشعیا 32:18 قوم من در منزلگاه های مملو از آرامش و مسکن های ایمن و استراحتگاه های پر از آسایش ساکن خواهند شد. اشعیا 32:18 انسان ها آدم های خداوند کی هستند؟ آیا ما انسان های خداوند هستیم؟ قوم خداوند هستیم؟ چه وعده داده به ما؟ که در اونجا آسایش خواهی داشت، آرامش خواهی داشت، امنیت خواهی داشت، یک جای امن و آرام. تو چی میخوای بیشتر؟ من 4 تا رو گفتم بخاطر اینکه کلام خیلی مهمه. من میخوام صبر داشته باشی وقتی که کلام میاد. من هنوز 1 ساعت صحبت نکردم. من اون از اون بیشتر از اونجایی که ظرفیتتون نمیدم بهتون. دوم تواریخ 32:7 دوم تواریخ 32:7 و 8 دوم تواریخ 32:7-8 قوی و دلیر باشید از پادشاه آشور و تمامی آن جماعت که با اویان ترسان و هرسان مشوید، زیرا آنکه با ماست بزرگتر از آنکه با ایشان است. با او هست تو میر از
با خداوند بیشتر از دشمن داریم. با او بازوی بشری است، اما با ما یهوه خدای ماست تا یاری ما دهد و برای ما بجنگد. پس قوم از سخنان حزقیا پادشاه یهودا قوت قلب یافتند. این کلام شما رو قوی میکنه، درونی قویتون میکنه. اگه اخبار ببینی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. اگه ببینی که چطوری مسیحی ها تحت تعقیب قرار میگیرن، خیلی وحشتناکه. اگه جنگ های داخلی رو میبینی، خیلی وحشتناکه. چه چیزای دیگه هست؟ اگه بیماری رو میبینی، خونه که اصلا نمیدونه از کجا اومده، چه علتی داره، بیماری های جدیدی که میان. Dann ist gerade eine Heilung oder eine Impfung oder was auch immer dafür gefunden worden und schon kommt die nächste Krankheit. وقتی که مثلا یک درمانی براش میکنن، یه بیماری جدید دیگه میاد. Die wunderbarsten Menschen heiraten und lassen sich trotzdem scheiden. خیلی انسان های خوب میدن ازدواج میکنن ولی اجازه میدن دوباره جدا بشن. در واقع چیز خوبی وجود نداره. اگه خودو تغذیه نکنی با چیزهای خوبی که از خداوند، موقع تو هیچی نخواهی داشت. اون موقع مشغول غر زدن میشه، این کار میکنن، هی غر میزنی، غر میزنی، هی غر میزنی و شکایت میکنی. خیلی وحشتناکه. چیزی که دوست نداری که برایش اینترسه هست. من چطور میتونم قوی بشم؟ من چطور میتونم موفق بشم؟ وقتی تو به خداوند اطمینان بکنی، چیزهای دیگه، مشکل دیگه حل خواهد شد. خواهش بکن، به داده خواهد شد. به دشتزوی بکن، موقع پیدا خواهی کرد. در بزن، در به روی تو باز خواهد شد. در متا 7:7 آیا انجام میدید؟ میخوام ببینی کجا نوشته شده، برو سراغ پاستور، بگو کجا نوشته شده. هیچ جا نوشته نشده که دیگران برای تو کار بکنن. عیسی مسیح با شما صحبت میکنه. آیا شما یک دهان داری؟ میتونی سوال بکنی. اونایی که سوال نمی کنن هیچی ندارن. متا 18:19 باز به شما میگویم، هرگاه دو نفر از شما بر روی زمین درباره مسئله‌ای که در خصوص آن سوال میکنم با هم موافق باشن، همان از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان به انجام خواهد رسید. چه کسی انجام خواهد داد؟ چه کسی انجام خواهد داد؟ پدر شما. چه کسی انجام خواهد داد؟ اگه تو سوال بکنی و خواهش بکنی، پدر شما. آمین. هللویا. 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 فکر میکنی اینجوریه؟ هللویا. محکم. واقعا میتونید جیغ بزنید و بگید هللویا. خدایی داریم که بیشتر از نیاز ماست، بیشتر از یک پیروزمنده. شما پیروزمندید به وسیله عیسی مسیح. یک آیه دیگه خیلی معروف،
Markus 11, 23 und 24. Ja, آیا زندگی کوه در زندگیتون داری؟ مشکل داری در زندگیتون؟ همه مشکل داری. آمین. اینجا چی خواهی گفت؟ چه کسی خواهد گفت؟ چه کسی خواهد گفت به این مشکل؟ خواستو ببارید مشکل من خواهد گفت؟ نه. دوست من میاد برای مشکل من میگه. همسرم خواهد گفت؟ نه. عیسی مسیح گفت تو به مشکل صحبت بکن، به اون کوهی که هست. بلکه چی خواهی گفت؟ به این مشکل خواهی گفت؟ از جا کنده شو. من تو رو دیگه نمیخوام. بندازی تو دریا مشکلتون. با صحبت بکنید با مشکلتون. غرقش بکن تو دریا. بگی که من دیگه نمیخوام. من دیگه نمیخوام مشکل داشته باشم. این برکتی برای من نیست مشکل. اگه شک نداشته باشم، اگه من در قلبم شک نذارم، تردید نداشته باشم، es zu versuchen und ein Zweifel zu haben, bedeutet das Gleiche. سعی بگیم، سعی میکنم، شک داشته باشم، یکیه. پاستو من سعی میکنم. من هنوز منتظرم ولی. یعنی چی؟ تو ما واقعا این برای جا افتاده باشی که موفق میشه، عمل میشه. این مال منه، این به من تعلق داره. من منتظر نخواهم بود، امتحان نخواهم کرد. من شک و تردید نخواهم کرد. هر دفعه که من سعی بکنم خداوند رو پرستش میکنم. من موقعیت رو کنترل میکنم برای خودم. تو برای خودت هم باید دقیقا همین کار انجام بدی. تو باید برای این باور افتاد جا افتاده باشه. آیا مطمئن هستی که تو نام تو حمل میکنی؟ من مطمئن هستم که جاوید هستم یا دانیل هستم. 100% مطمئن هستم. من نمیدونم اسم تو میدونی، ولی من مطمئنن ناممو میدونم، اسممو میدونم. به این زنی معنی که 100% مطمئنی و اطمینان داری. بلی وقتا شناسه هم میاد که مثلا میگه گوستاف اسمته. میگم غلطه. اما این شناسنامه اصلی من نیست، بلکه من میدونم کی هستم. همینطوری هم هست با مشکل و کوهی که هست جلوی ما. کاملا قبول داشته باشیم، مطمئن باشیم که من میدونم و من میدونم و من میدونم. تو میتونی که تو چی میخوای؟ من ایمان دارم. من ایمان دارم. اون چیزی که دعا میکنم دریافت میکنم. اون کسی که شک و تردید در قلبش نداشته باشه بلکه ایمان داشته باشه، انجام خواهد شد. اون چیزی که میگه روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد. و به خاطر همین به شما میگم، هر آنچه در دعا درخواست کنید ایمان داشته باشید که آن را یافته اید و از آن شما خواهد بود. مرقس 11:24. و این چیزها انجام خواهد شد. خیلی ساده است، تو به دست خواهی آورد. وقتی اگه بمیری و تمام اون آزمایشات اینا بگن تو می‌خوای مرد ولی تو می‌خوای زنده بمونی،
خداوند تو رو از مرگ دوباره بلند میکنه اگه اطمینان بکنی. پاولوس گفت ما خوندیم که در هر موقعیتی دعا بکنیم، دعا بکنیم و چی کار خواهد کرد؟ خداوند به شما خواهد داد. تو چی نیاز داری؟ از خداوند چه نیاز داری؟ از خداوند چه نیاز داری؟ من میخوام که خداوند به حکمت بهم بده. ما همه به حکمت نیاز داریم. به خاطر اینکه با حکمت خداوند کمتر خرابکاری انجام میدم.